سلام، به شبکه مهر تیوی خوش اومدین. همه تا حالا درباره داستان آیات شیطانی صحبت کردن، اما داستانی وجود داره که از داستان قرانیخ هم جنجالی تره و خطرناک تره. جالب اینجاست که این داستان هم در همون کتاب آیات شیطانیه و خیلی هم برای اسلام خطرناک تره، اما تا حالا کسی بهش نپرداخته. حالا امروز من میخوام خلاصه این داستان جنجالی و خطرناک رو تو این ویدیو براتون تعریف کنم. اما دقت کنی که قسمت‌های جنجالی و اصلی داستان تو قسمت دوم این ویدیو میفته و نیمه اول ویدیو بیشتر به مقدمه ها و فضاسازی و شخصیت ها میپردازه. پس تا آخر ویدیو منتظر باشین. ولی قبل از این یه نکته رو میخوام بگم که خیلی مهمه، پس گوش کنید. جمهوری اسلامی به دنبال کشتن و ترور سلمان رشدی بوده در گذشته و این باعث شده که توی دنیا ایرانی ها رو به عنوان تروریست بشناسن و تو کشورهای خارجی وقتی ما میگیم ایرانی هستیم با ما خیلی برخورد بدی میکنن و از ایران خیلی میترسن. تو بحثاشون هم سعی میکنن به ما اشاره کنن، همیشه به ما میگن که آها ایران نه، ما اصلا جرئت نمیکنیم بریم ایران. یعنی ایران رو خیلی بد میدونن، چهره ایران تو دنیا خیلی بد شده. حالا برای اینکه این چهره رو تو دنیا عوض کنیم، من از شما مردم ایران میخوام که بیاین همتون، یعنی 100 میلیون بیاین این ویدیو رو لایک کنین و این شبکه رو سابسکرایب کنین، چون تو دنیا دو سه تا شبکه بیشتر از 100 میلیون وجود نداره. یعنی اگر یه شبکه از ایران به 100 میلیون سابسکرایبر برسه تو دنیا شناخته میشه و بالا میاد، برجسته میشه و همه دربارش صحبت میکنن و من میخوام که توی دنیا همه بفهمن که ایرانی ها به دنبال فهمیدن و شناخت سلمان رشدی هستن و اون کسی که دنبال ترور هست کس دیگه ایه. پس از شما میخوام که همتون، همه مردم ایران بیاین این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا تو دنیا بگن که یه شبکه پیدا شده که 100 میلیون سابسکرایبر داره و از ایرانه و همه مردم دنیا بفهمن که مردم ایران به دنبال این هستن که سلمان رشدی رو بشناسن و نمیخوان ترورش کنن و این تغییر رو مردم ایران کردن و اینجوری مردم دنیا بفهمن که اون کسی که دنبال ترور هست شخص دیگه ایه و مردم ایران نیستن. امیدوارم شما مردم ایران پیام منو فهمیده باشین. من علی فرهنگ‌مهرم و تو این شبکه سعی میکنم ایرانی ها رو از خرافات در بیارم و هر چیزی که من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در میارین. بازگشت به جاهلیه. بعد از سالها برگشت به جاهلیه، نویسنده پیری بعل، شاعر شهر و ماهوند و شیخ ابو سیمبل رو توصیف میکنه و میگه که این نامها به یکدیگر برخوردند و از همدیگر دور شدند و حالا دوباره به یکدیگر میرسند، اما این افراد دیگر همان افراد سابق نیستند و عوض شدند. برای اینکه بیشتر داستان جاهلیه رو بفهمین برین خلاصه کامل آیات شیطانی سلمان رشدی رو تو شبکه من ببینیم. یعنی الان داریم داستان زمانی رو تعریف می‌کنیم که ماهوند پیامبر از 40 سالگی به 65 سالگی رسیده و از یثرب به مکه یا همون شهر پترا برگشته. این توصیفاتی که اینجا میشه خیلی شبیه به توصیفات ایران قبل و بعد از انقلاب 57. پس اینجا رو به خوبی دقت کنید. حالا دیگه شهر جاهلیه مثل قبل یه شهر کوچیک با جمعیت کم و مردم خوش و خرم نیست. جمعیت شهر بیشتر شده و مردم فقیرتر شدن. دیگه کاروان زائران بت‌پرست عبور نمی‌کنه. قدرت ماهوند همه جا رو گرفته. کوچه های شهر منزوی شدن. هیچ زیبارویی توی شهر نیست. شیخ ابو سیمبل هم پیر شده. زنان سیغهش هم پیر شدن. خودش هم دیگه قدرت جایگزین کردن اونا رو نداره. تنها کسی که جوان مونده هنده. مردم قدیمی شهر هم همشون پیر شدن و بیرمخ کنار خیابونها
نشستن و ورق بازی میکنن. نسلی رشد کرد که محافظه‌کاری و پرستش بیچون و چرا ارزش‌های مادی رو بیشتر کرد و اون رو به سان سدی در مقابل نگرانی‌ها، بیکاری و کمبودها می‌پرورد. در حالی که خودآگاهی از اون شهر پر رونق و پرشکوه رخت برمی‌بست، تا جایی که مراسم عزاداری هم دیگه رونق خودش رو از دست داده بود. هند هنوز جوان و پرغرور و با موهای سیاه راه می رفت. ابو سیمبل پیر شده و نفس نفس می زنه، اما هند هنوزم جوونه و شروع کرده به نوشتن توبیخات و دستورات و اونا رو به در و دیوار شهر وصل کرده و به همین دلیل هم مردم شهر اونو روح مجسم شهر جاهلیه میدونن. این همون هندیه که با نویسنده ها و شاعرای شهر رابطه جنسی برقرار کرده بود و قاتلین برادرش یعنی حمزه رو پیدا میکنه، میکشه و جگرش رو میخوره. به نظر من تمام این توصیفاتی که تو این قسمت در مورد شهر جاهلیه میکنه، امروزه در مورد شهرهای بزرگی که امروزه در جهان هست مثل تهران و استانبول و اینا دقیقا صدق میکنه. حالا این قسمت خوب گوش کنید. میگه زیبایی هند در برابر فرسودگی شهر جاهلیه دلیل قدرت هنده و به همین دلیل هم مردم شهر جاهلیه نمیتونن به تعداد روابط جنسی بالا و ثروت زیاد هند خورده بگیرن. در خیابانهای شهر جاهلیه به خاطر اندک پول مردم کشته میشن و به پیرزنها تجاوز میشه و پلیس خصوصی هند شورش گرسنه‌ها رو سرکوب میکنه و با این همه هرچی که هند در گوش مردم جاهلیه زمزمه میکنه اونا هم میپذیرن. جاهلیه ای شکوه جهان حکومتت مبارک. و بعد نویسنده حال و روز بعل شاعر رو توصیف میکنه که خونش بوی گند میده و به نوشتن اشعار نقض شاعرانه افتاده و ثروتی هم نداره، چون که بازار اشعار هجو و طنز و فحاشی از ترس ماهوند از رونق افتاده و بی‌اعتنایی به مراسم مردگان هم سفارش کتیبه‌های سنگ قبر و اشعار پیروزمندانه یا فاتحانه و قهرمانی رو کاهش داده و زندگی برای همه دشوار شده. همین که بعل وارد خونش میشه، یه مردی میپره داخل خونه و هولش میده به دیوار و اونم میخوره به دیوار، دماغش خونی میشه و بعل فریاد میزنه تو رو خدا منو نکش و صدای مرد میگه که هیچ سگی در سگدانی دنبال غذا نمیگردد. در ابتدا خیال کرد که مرد یکی از طرفداران سابقشه که دیگه بعل رو سزاوار و شایسته زنده موندن نمیدونه و گفت معمولا دیدار اهل قلم مایوس کننده است. ناشناس به بعل گفت ماهوند آماده بازگشت است و ترس عجیبی در تن بعل افتاد. اما بعل گفت خب این چه ربطی به من دارد؟ این موضوع خیلی قدیمیه، یک عمر گذشته، تو از طرف اونی؟ ناشناس میگه نه، ولی ما هر دو در یک موضوع مشترکیم، هر دو از ماهوند وحشت داریم. بعل میفهمه که ناشناس خارجی و لهجه عجیبی داره. ناشناس گفت انقلاب سقاها، بردها و مهاجران، این واژه ها از خود توست. و بعل میگه تو لهجه عجیبی داری، تو همون خارجی هستی؟ سلیمان پارسی. ایرانی لبخند کجی زد و گفت هه هه هه. نه سلمان، من خردمند نیستم اما خواهان صلح هم. اینجا رو خوب گوش کنین. بعل میگه که تو که از نزدیکانش بودی. و سلمان میگه که هر چقدر که به شعبده باز نزدیکتر باشی بیشتر به رمز راز هیلش پی میبری و دستشو زودتر میخونی. جبرئیل در خواب میبینه که مؤمنان در یثرب هیچ منبع درآمدی ندارن و از راهزنی کاروانهای ثروتمند معاش خودشون رو تأمین میکنن. مؤمنان در آن سالها هیچ قانونی نداشتند، اما ماهوند یا بهتره بگم جبرئیل دائما به قوانین فکر میکرد و جبرئیل دائما در بین درختهای نخل ظاهر میشد و
قانون می آورد در مورد همه چیز. انقدر قانون آورد که مؤمنان از قانونها بیزار شده بودن. مثلا اگر مردی بگوزه باید صورتشو به سمت باد بگیره. جماع با زنان از پشت حلال است، اما هر پوزیشنی که زن بر مرد مسلط باشد حرام است. هیچ جنبه ای از زندگی مؤمنان نباید آزاد میموند. مصرف میگو رو وتو کرده بود. دستور داده بود که حیوانات رو به تدریج بکشن تا خون از بدنشون به تدریج خارج بشه، تا با تجربه مرگ تدریجی مفهوم کامل زندگی درک بشه. حتی برای ارث و میراث هم قانون تعیین کرده بود. سلمان پارسی متعجب مونده بود که این چه خدایی است که به این سوالا خیلی خوب دقت کنید. این چه خدایی است که رفتارش مثل کاسب‌ها و یا سوداگران میمونه؟ یادش افتاد که ماهوند در گذشته بازرگان و کاسب بوده، فردی که سازماندهی و قانونگذاری براش یه امر عادی و طبیعی بوده. و بعد از این نظر سلمان به این جلب شد که فرشته همیشه در مناسب ترین فرصت‌ها آیه نازل می‌کرده و پیداش می‌شده، و همچنین همواره در هر بحثی فرشته طرف ماهوند رو می‌گرفته و همیشه ماهوند نظر می‌داده و جبرئیل فقط مهر تاییدی به نظرات ماهوند می‌زده. اگر ماهوند بعد از نزول آیات نظر می‌داد وضع فرق می‌کرد، و به همین دلیل دیدم کم کم دارد گندش در می‌آید و این بوی گند همه جا را گرفته است. و سرانجام این بوی گند مغز سلمان را هم فرا گرفت. در میان نزدیکان محمد کسی با سوادتر از سلمان نبود. در آن زمان نظام آموزشی ایرانیان از همه پیشرفته تر بود. به همین دلیل ماهوند کار کتابت قوانین را به سلمان پارسی سپرده بود. همینطوری که بعل و سلمان دارن پیک پیک شراب میزنن، سلمان مغرور میشه و لو میده که توی جنگ بین یثرب و جاهلیه سلمان به ماهوند یاد داده که خندق حفر کنن دور شهر و کف خندق نیزه های عمودی بذارن تا سربازا از اونجا که میپرن بیفتن و بمیرن، و این یه حقه ناجوان مردانه بوده. و خب از یه قربتی هم نمیشه انتظار جوانمردی داشت. اما بعد از جنگ خندق هیچ کسی از سلمان تجلیل نکرد، حتی جبرئیل. حتی یک آیه هم در مورد سلمان نیومد. اما بعد از جنگ عجی مجی جبرئیل پیداش میشه و میگه که مردان مؤمن میتونن با زنان بیوه ازدواج کنن، چون اگر زن با مردی غیر از دین تسلیم ازدواج کنه از دین تسلیم خارج میشه. و سلمان میگه عجب ملائکه واقع بینی. حتی بعدن قانون صادر کرد که اگر متأهل هم باشی میتوانی تا 4 زن بگیری. و خب معلومه دیگه، مؤمنان هم با دومشون گردو میشکستن. حالا اینجاشو فهمیدین دیگه، یعنی منظورش اینه که زنانو به مؤمنان میداده تا براش بجنگن. چیزی که سلمان رو در مورد پیامبر مطمئن کرد یکی مسئله زنان بود و یکی هم مسئله آیات شیطانی. سلمان میگه پیامبر بعد از مرگ زنش هر زنی رو که در یثرب پیدا کرد و به دردش میخورد استفاده کرد. زنان یثرب هم بعد از 1.5 سال ریشش رو سفید کردن. بله عزیز، مشکل پیامبر ما این است که دوست ندارد زنها در برابرش سرپیچی کنند. زنهای مادرانه یا دخترانه را میپسندد. به دو عشقش نگاه کن، خدیجه و عایشه. خدیجه مانند مادرش بود و عایشه مانند دخترش. یکی خیلی پیر و یکی خیلی جوان. زنانی که مناسبش باشند را دوست ندارد. اما زنان یثرب با دیگران فرق دارند. شما در جاهلیه عادت دارید که به زنان امر و نهی کنید و دستور بدهید، اما در یثرب مردان بعد از ازدواج به قبیله همسرشان میروند و زن بعد از ازدواج چادر خودش را حفظ می کند. اگر هم از مرد خسته شود چادرش را به جهت معکوس می گرداند و مرد که برود با پارچه روبرو می شود و می فهمد که دیگر کار تمام است.
و برو برگرد هم ندارد. زنان جاهلیه هم کم کم داشتند این قوانین را یاد می گرفتند که پیامبر بهشان مهلت نداد و تر و فرز کتاب قانون را حاضر کرد. فرشته قانون پشت قانون می آورد که زنان مؤمن بدانند حق چه کارهایی را ندارند. نمیدانی زنان یثرب چگونه مؤمنین را مسخره می کردند، اما در آخر همهشان تسلیم شدند. هرچه نباشد بهشت را بهشان وعده داده بود. بالاخره سلمان یه روز تصمیم گرفت که امتحانش کنه. یک شب سلمان در خواب خودشو به جای جبرئیل بالای سر پیامبر دید که میچرخه و ناگهان به ذهنش خطور کرد شاید شیطان در نقش جبرئیل باشد و این احتمال همه چیزو به هم ریخت. پنهانی تغییرات کوچکی میداد و از اون به بعد هرگاه که در پیش پای پیامبر نشسته بود و قوانین رو مینوشت، پنهانی اونا رو تغییر میداد. در ابتدا تغییرات خیلی کوچیک، مثلا خدای دانا و توانا رو به خدای دانا و خردمند تبدیل میکرد، ولی مسئله این بود که وقتی دوباره آیات رو برای پیامبر میخوند، پیامبر متوجه این تغییرات نمیشد. مگه میشه؟ مگه اینا آیات خدا نبودن؟ سلمان میگه از همونجا فهمیدم که قضیه چیه، اما بعدش تغییرات بزرگتری دادم، مثلا کلمه مسیحی رو به یهودی تبدیل کردم و دوباره آیه رو برای محمد خوندم، ولی بازم چیزی نفهمید و من از ترس به خودم میپیچیدم. من تمام زندگیمو توی ایران رها کرده بودم و به میان این مردم اومده بودم که مرا به عنوان خارجی چاپلوس خطاب می‌کردن. هیچ تلخی در دنیا به احساس مردی نمی‌رسه که پی می‌بره به باد هوا معتقد بوده و زندگیش در فنا بوده. از این کار ترسیده بودم، اما شکست من به معنی نابودی اون هم بود. به همین کار ادامه دادم. آخرین بار یک کلمه رو تغییر دادم و دوباره آیه رو براش خوندم. در ابتدا ابروهاشو در هم گره کرد و ناراحت بود و بعد سری تکان داد و بیرون رفت. از ترس به خودم پیچیده بودم. شب تا صبح خوابم نبود. سرنوشت هر دوی ما در دست من بود. در اون شب هولناک مجبور بودم بین انتقام و زندگی سرد و بیروح یکی رو انتخاب کنم و روز بعد با یک اسب خودم رو از یثرب به جاهلیه رسوندم و حالا ماهوند داره به جاهلیه میاد و حتما من رو خواهد کشت. بل میگه چرا مطمئنی که ماهون تو رو خواهد کشت؟ و سلمان میگه به خاطر اینکه تنها کسی هستم که میتوانم دست او رو رو کنم. سلمان و بل هر دو به خواب رفتند، اما بل دردی در بدنش حس میکرد. حس میکرد به مرگ نزدیکتر شده و فرقی هم نمیکرد چون ماهون داشت میومد. ماهون این مست ورا چرا سراغ من اومده؟ خیانت او چرا ربطی به من داره؟ اون شعرهایی که من سرودم سالها پیش بود و اونم دلیلش تهدیدهای شیخ ابو سیمبل بود. منم دیگه زبان برنده ندارم. چاق و پیر و خرفت و کمبینا شدم. و بعد به سلمان زد و گفت بیدار شو، من نمیخوام به خاطر تو توی هچل بیفتم. اما سلمان بیدار نشد و بعل روی تشک افتاد. مگر من چه گفتم؟ اصلا یادم نمیاد. آیا تسلیم به معنای گریز است؟ ماهوند هر اندیشه جدیدی با دو پرسش روبروه. یک، هنگام ضعف چه کار میکنی؟ که معلومه ماهوند سازش کرد. برای این میتونین بریم ویدیوی آیات شیطانی رو ببینین که 30 دقیقه است. لینکش رو زیر ویدیو میذارم. اما در هنگام فتح و پیروزی با دشمنان چیکار میکنی؟ ما هم دیگه آدمای سابق نیستیم. تنها هند جوان مونده. هند بیشتر شبیه زنان یثربه. بی خود نیست آب شما دوتا توی جوب نمیره. هند نه مانند مادر بود برای تو نه دختر. بل همینطوری که به خواب میرفت به زندگی پوچ خود میاندیشید. دیگر اشعارش آن زیبایی را نداشتند. پر از شکست و فقدان بودند. او تمام زیبایی، جوانی و قدرتش را از دست داده بود و دیگر موجودات خیالی تصور میکرد و در مورد آنها شعر میگفت. دیگر هیچ کس مرا به یاد نمیآورد. و یه دفعه از خواب پرید و گفت شاید بتونم سر ماهوند کلا بذارم. جبرئیل آتش اردوگاهی رو توی خواب میبینه. در هنگام شب ناگهان شیخ ابو سیمبل در میان اردوگاه ماهوند ظاهر میشه و بلال و خالد اونو به چادر ماهوند میبرن و بعد جبرئیل در خواب میبینه که شیخ ابو سیمبل به جاهلیه برگشته. روز بعد چند نفر جلوی خونه شیخ ابو سیمبل جمع شدن. ناگهان هند
به بالکن میاد و دو تا سیلی به شیخ جاهلیه میزنه و به مردم میگه شیخ ابو سیمبل رو تیکه تیکه کنین، شهر جاهلیه رو به ماهوند تسلیم کرده و خودش هم دین تسلیم رو قبول کرده. ابو سیمبل به مردم میگه ماهوند قول داده هر کسی که در قصر باشه در امان میمونه و هند به شیخ ابو سیمبل میگه ای پیر خرفت، تو برای نجات خودت شهر رو به ماهوند تسلیم کردی. و ابو سیمبل دوباره به مردم میگه ماهوند قول داده هر کسی که در خونه خودش بمونه در امانه. اما هند دوباره توی بالکن فریاد میزنه همه آماده جنگ بشید، من هم در کنار شما خواهم جنگید، آیا میخواید در برابر این پیامبر این دجال سر فرود بیارید؟ الهه های ما در جنگ پیروز خواهند شد. و بعد دستور جنگ داد، اما مردم پراکنده شدن، مردم گیج و خنگ میشن چون خودشونو قوی و بزرگ میپنداشتن، اما بعد فهمیدن که اینها فقط حرارت حرف های هند بوده و بعد پراکنده میشن و به خونه های خودشون میرن و به در خونه هاشون قفل میزنن. هند دوباره فریاد میزنه به خونه سیاه بیاین و برای اللات قربانی کنین، اما هیچ کسی اعتنایی نمی کنه. شیخ به هند میگه تو بیشتر باید از ماهوند بترسی چون جگر عموی ماهوند رو خام خام خوردی. و بعد به پایین شهر میره و دروازه های شهر رو باز میکنه. جبرئیل خواب معبدی رو میبینه، ماهوند به خالد دستور میده که به دروازه شهر جاهلیه بره و معبد عزا رو نابود کنه. خالد با چند تا سرباز به معبد عزا میان و در اونجا تنها یه دونه سرباز بوده. سرباز شمشیرش رو روی شونه عزا میذاره و میگه از خودت دفاع کن، اما بت هیچ تکونی نمیخوره و سرباز میگه حالا فهمیدم که خدای ماهوند خدای حقیقیه. و خالد بت رو میشکنه و معبد رو ویران میکنه و برمیگرده، اما ماهوند بهش میگه در اونجا چی دیدی؟ و خالد میگه هیچ. و ماهوند میگه پس او رو نیافتی، دوباره برگرد و او رو نابود کن. و خالد هم دوباره به معبد ویران شده برمیگرده و در اونجا زنی سیاه و بزرگ رو میبینه که زبانش سرخه و موهای شبگونش تا قوزک پاش میرسه و به سمت خالد میدوه و جلوی پای خالد میسته و میگه که آیا به لات و منات و عزا که سومین آنهاست اندیشیده اید؟ اینها پرندگان متعالی هستند و شفاعت آنها واجب است. اما خالد گفت عزا اینها آیات شیطانی هستند و تو دختر شیطانی، و با شمشیر او را به دو نیم کرد و برگشت و به ماهوند گفت و ماهوند گفت اکنون وارد جاهلیه می شویم. و همه بلند شدند و به نام خدای تعالی و نابود کننده بشر وارد جاهلیه شدند. در خانه سیاه 360 بت بود، همه آنها شکسته شد، آنچه باید انجام می شد انجام پذیرفت. اگه دوست دارین که کشور ایران از خرافات خلاص بشه، این ویدیو رو لایک کنین تا همه ببینن و این چنل رو سابسکرایب کنین. و یادتون باشه که اگر این ویدیو 100,000 ویو هم بخوره من راضی نیستم، چون من به خودم میگم که کجاست اون 99,900,000 تا ایرانی دیگه، اونها کجا هستن؟ باید همه این 100 میلیون بیان این ویدیو رو ببینن و به چند هزار لایک و سابسکرایب من اصلا خوشحال نیستم، چون هدف من یوتیوب نیست، هدف من اینه که ایران رو تغییر بدم. من علی فهمی هستم، پژوهشگر دینیم. بعد از اینکه ماهوند بت‌های خانه سیاه رو میشکنه، در کنار خانه سیاه چادر میزنه و همه مردم جمع میشن و دین فاتحان رو میپذیرن، جز الله خدایی نیست، و همه تکرار میکنن. اما خبری از سلمان نیست. اما ناگهان زنی با چادر سیاه در مقابل ماهوند زانو میزند و شروع میکند به بوسیدن پای ماهوند. ماهوند میگوید پرستش از آن خداوند است، بس است. اما زن میبوسد، میمکد، میلیسد و ادامه میدهد و ماهوند با پاش به گلوی اون زن میزنه و زن میفته و فریاد میزنه
جز الله خدایی نیست و ماهونت پیامبر خداست. ماهونت عذرخواهی میکنه و آشفته میشه و میگه شما در زیر پرده من هستید و در امان هستید. زن چادرش رو کنار میزنه. او هند است. هند میگه من همسر ابو سیمبل هستم. و ماهونت میگه فراموش نکرده بودم. شما تسلیم شده اید. به چادر من خوش اومدی. روز بعد سلمان پارسی رو کشون کشون پیش ماهونت میارن. پیش یک فاحشه بوده و بوی گند الکل میده. ماهونت میخواد به مرگ محکومش کنه که فریاد میزنه لا اله الا الله. اما پیامبر سر تکون میده و میگه عملت کفرآمیز بود. خیال کردی ما به آن پی نمیبریم؟ کلام خود را به جای کلام خداوند نهادی؟ سلمان التماس میکنه، گریه میکنه و فریاد میزنه میدانم دشمن شما کجاست. و خالد میگه کدام دشمن؟ و سلمان میگه بل بل. و ماهونت در خاطرات فرو میره. سرانجام سلمان نجات پیدا میکنه. ماهونت میگه در ابتدا هند نجات پیدا کرد و حالا سلمان. تسلیم عجب دین سخاوتمندیه. اما یک نام فکر ماهون رو راحت نمیذاره. بل، آن شاعر تیزهوشی که با نوک انگشتش ماهون رو نشانه میرفت و اشعاری بیرحمانه زیبا میگفت. اما بل را نیافتند و خالد قسم خورد اگر آن ولد زنا را پیدا کند با شمشیر دو شقهش میکند. و دوباره زندگی در جاهلیه رنگ گرفت. بانگ اذان پنجگانه، فقدان الکل و قفل کردن در به روی زنها. اما بعل کجا بود؟ جبرئیل خواب پرده ای رو میبینه. پرده یا حجاب نام معروفترین فاحشه‌خونه شهر جاهلیه بود. باقی بزرگ از نخل‌های خرما و دالان‌های پرپیچ و خم که با پرده‌های چیندار ساخته شده بود. در هر راهرو یک گلدان بزرگ وجود داشت و جمله‌های عاشقانه زیبایی رو روی پرده‌ها نوشته بودن. زنی بینام که معروف به مادام بود و همیشه یک پارچه سیاه یا چادر سیاه بر سر داشت، بر این فاحشه خونه حکومت میکرد. بعد از گذشت سالها صدا شبیه صدای کاهنای قدیمی شده بود که از ته چاه بیرون میاد. صدای این زن آنتیتز کفرآمیز کلام مقدس ماهونت بود که در چادر ماهونت شنیده میشد. پرده یا حجاب از چادر ماهونت زیاد هم دور نبود. به همین دلیل وقتی که بل جلوی پای مادام روی زمین میفته و التماس میکنه که اونو پنهان کنن، مورد قبول همگان قرار میگیره. در فاحشه خونه غلامهای قوی هیکلی کار میکردن که فقط اونا راه این هزار تو رو به اتاقهای روسبی ها بلد بودن که به این روش مشتری ها نتونن کسی رو فریب بدن و قبل از اینکه به اتاق روسبی برن پولش رو پرداخت کرده باشه. مادام هنوزم اون شاعر پرشور رو با شعرهای زیباش به خاطر می آورد. وقتی که خالد و سربازانش به حجاب اومدن و توی دالانهای پرپیچ و خم سرشون گیج رفت و 39 تا گلدان بزرگ رو جستجو کردن و بل رو پیدا نکردن، 40مین گلدان بزرگ بود که بل رو نجات داد. بعدش مادام به خواجه ها دستور میده که شلوار چیندار و عمامه جنها رو بر سر بل بذارن و به بدن و موهاش رنگ مشکی بزنن که کسی نتونه پیداش کنه و شناخته نشه. و همچنین به بل دستور میدن که ورزش کنه تا بدن ضعیفش باعث سوء زن نشه. با اقامت در
حجاب و ال از اخبار شهر جاهلیه همچینم بیخبر نبود، تا جایی که اگه بعد تو خیابونای شهر جاهلیه راه میرفت اینقدر خبر به دستش نمیرسید که توی فاحشه خونه به دستش میرسید. بعد به خاطر شغلی که داشت مجبور بود کنار اون اتاقای روسبی ها نگهبانی بده و اون مشتری ها هم هنگامی که داشتن زناکاری میکردن دهنشون شل میشد و وقایع و اتفاقات شهر رو لو میدادن. ابراهیم قصاب خبر آورد که با وجود ممنوعیت گوشت خوک مردم جاهلیه پشت در قصابی، یعنی پشت در عقبی مغازش صف میکشن دست دسته که گوشت ممنوعه بخرن و قیمت گوشت ممنوعه هم بالا رفت و بعدش هم روی زن مورد علاقهش افتاد. موسای سبزی فروش هم پیش یکی از کارکنان افقی حجاب اقرار کرد که نمیتونه عادتهای قدیمیشو ترک کنه و هنوزم قایمکی گاهی وقتا برای الهه مورد علاقش یعنی اللات دعا میکنه، به خاطر اینکه خدایان مؤنث چیزی دارن که خداهای مذکر ندارن. و بعدش هم خودش روی یکی از نمونه های زمینی اون چیز افتاد. اینجا بعد میفهمه که هیچ حکومتی کامل نیست. وقتی خبر نابودی و مرگ الهه عزا به بعد میرسه احساس پوچی میکنه نسبت به زندگیش و عقایدی که داشته، چون تو جوانیش نسبت به این خدا عشق داشته و مرگ عزا به معنی اینه که مرگ بعل هم نزدیکه. فرصت زنده موندن توی فاحشه خونه و یک قدمی مرگ بودن برای بعل یه تجربه خاص رو ایجاد کرده بود. طعم زیبا و شیرین زندگی کردن و در ترس و یک قدمی بودن با مرگ و رویارویی با مرگ برای بعل تجربه خیلی جالبی بود که مفاهیم جالبی رو به ذهن بعل آورده بود. سنگی بودن الات به معنی واقعی بودن پیامبری ماهند نبود. بعل یه جورایی به ماورای خدایان رفته بود و یه جورایی میشه گفت که به بی خدایی رسیده بود. بعل یه جورایی سرنوشتش رو با ماهند گره خورده میدید و دیگه از مرگ نمیترسید. وقتی از زبون موسای سبزی فروش داستان 12 زن ماهوند و اینکه معلوم نیست چرا ماهوند خودش از قانون همگانی 4 زن تبعیت نمی کنه رو شنید، یه جورایی فهمید که آخرین مسافش با دین تسلیم چگونه خواهد بود و حالا اون داستان جنجالی از اینجا شروع میشه. دخترای حجاب بین 15 تا 50 سال سن داشتن و هیچ کدومشون هم واقعا دختر نبودن و از یه مرد مسن هم همشون با تجربه تر بودن و وقتی که ساعت کارشون تموم میشد شروع میکردن به سر به سر گذاشتن تنها خواجه حجاب که واقعا هم خواجه نبود و در مقابل بعل خودشونو پیچ و تاب میدادن و نوک سینه هاشونو به لبای بعل میچسبوندن و در چند سانتی متری صورت بعل همدیگر رو لب میگرفتن و خلاصه کاری میکردن که بعل هم تحریک بشه و بعدش به آلت بعل میخندیدن و اونم خجالت میکشید، ولی چند مدتی یک بار هم بین خودشون قرعه مینداختن که یکی از اونا این خواجه‌ای، تنها خواجه‌ای رو که خواجه هم نیست و ارضا کنه. بل هم نمیدونست که توی دنیا بدبخت‌ترین مرد روی زمینه یا خوشبخت‌ترین مرد و راضی‌ترین مرد روی زمینه. بل از بین حرفای جوان‌ترین روسبی فاحشه خونه و خواجه‌ها
میشنوه که موسای سبزی فروش بهش گفته که تو اینه، یعنی اون جوانترین روسپی عین عایشه است و مثل سیبیان که از وسط نصف کرده باشن و عایشه هم عزیز کرده ماهونده. روسپی 50 ساله گفت که همه مردم درباره حرم ماهوند صحبت میکنن و اونم به همین دلیل اجازه نمیده که زنهاش بیرون برن و به همین دلیل هم مردم بیشتر در مورد حرم سرای پیامبر دارن خیال پردازی میکنن. بل با خودش فکر میکنه تا وقتی که ماهوند با کتاب قوانینش سر نرسیده بود، توی جاهلیه همش حرف از پول و همخوابگی بود، همش پول و جماع و همش هم حرف نبود. و بعدش بل به اون میگه چرا عایشه شخصی موسی سبزی فروش نمیشوی؟ و روسپی بهش میگه مواظب باش، اگه بشنوه تخماتو توی کره سرخ میکنه. یعنی منظورش اینه که اگه ماهوند بشنوه. بل دوباره میپرسه چند تا زن داره؟ میگن 12 زن و یه زن پیر که قبلا فوت کرده، منظورشون خدیجه است. و بعد بل میپرسه چند تا روسپی وجود داره توی این روسپی خونه؟ میگن که 12 و مادام پیر که رئیس روسپی هست. جایی که ایمان نباشه کفر هم نیست. بل فکر تازه‌شو با مادام در میون میذاره و مادام هم با صدای گرفتش جواب میده خیلی خطرناکه، اما شاید کارمونو رونق بده. بهتره با احتیاط پیش بریم، اما امتحانش ضرری نداره. روسپی 15 ساله زیر گوش موسای سبزی فروش یه چیزی میگه و توی چشمای موسا یه برقی میفته و با هیجان میگه که بقیهش هم بگو، از بچگیت بگو، اسباب بازیات، از اینکه چطوری طبل میزدی و پیامبر میومد و نگات میکرد. و اونم براش تعریف میکنه چطوری در 12 سالگی عزاله بکارت شده و اونم براش تعریف میکنه. و موقعی رفتن موسی دو برابر معمول طول میده و میگه که این بهترین شب زندگیم بوده. مادام هم به بعل میگه باید مواظب ضربان قلب بعضی از آدما باشیم. وقتی که شایع شد توی جاهلیه که روسپی خانه حجاب نقش زنان ماهوند رو بازی میکنن، مشتری های روسپی خانه سه برابر شدن و توی حیات روسپی خانه صف کشیده بودن و هیچ کسی هم این موضوع رو لو نمیداد بیرون، به خاطر اینکه اگه مسئولین میفهمیدن که کسی توی این بی‌حرمتی شرکت کرده اعدامش حتمی بود. ماهوند میخواست تمام روسپی خانه ها رو تعطیل کنه، اما شیخ ابو سیمبل پادرمیونی کرده بود و گفته بود که باید این تغییرات آرام آرام انجام بشه و مردم شهر جاهلیه به دین جدید عادت کنن. صف مشتریای روسپیخانه حجاب به دور فواره عشق در مرکز باغ شبیه صف زائرانی بود که به دور سنگ سیاه و خانه سیاه میچرخیدن. دختران حجاب به روش جدید عادت کرده بودن و مثلا کوچکترین اونها عایشه که سوگلی مشتری شده بود، شبیه عایشه که در حرم مسجد یثرب سوگلی پیامبر بود، اگر میدید خواهران دیگه مشتری بیشتری دارن یا انعام بیشتری دریافت میکنن، به شدت حسودی میکرد. چاقترین و پیرترین فاحشه حجاب اسم سواده رو برای خودش انتخاب کرده بود و حالت مادرانش طرفدارای خاص خودش رو داشت و برای طرفداراش اینجوری تعریف میکرد که چطوری ماهوند با اون و عایشه در یک روز ازدواج کرده و اونا دو نیمه گمشده همسر سابقش یعنی خدیجه هستن. و
این توصیفات باعث میشد طرفداراشو حسابی به وجد بیاره و اونا رو هیجان زده کنه. بعد از یک سال روابط توی فاحشه‌خونه حجاب شبیه روابط توی حرم مسجد یثرب شده بود. مثلا عایشه و حفصه دائما با دو تن از مغرورترین فاحشه های حجاب رقابت میکردن. این دوتا زن نام های اشرفیه ام سلمه مخزومی و رامله که هم نام دختر ابو سیمبل بود رو انتخاب کرده بودن. دیگران زینب بنت جوهش و جویریه رو از عروس هایی که در حمله نظامی اسیر شده بود برگزیده بودن. ریحانه یهودی، صفیه، میمنت و یکی از اونها هم مصری با شکوهی به نام مریم قبطی بود که از آموختن فوتوفنهاش به عایشه سر باز می‌زد. یکی از اونها هم اسم زینت بنت خوزیمه رو برای خودش برگزیده بود که یکی از همسرای پیامبر بود که اخیراً فوت کرده بود و مشتریاش به همین دلیل اجازه حرکت بهش نمیدادن در هنگام همخوابگی و زنا کردن و اینم یه رسم مسخره شده بود توی حجاب. در گذشته رسم اینطوری بوده که فاحشه ها به عقد یک مرد بیازاری در بیان، یا اینکه اگر مردی نبوده به عقد یک جسم بیجانی مثل کوه یا فواره در بیان. در فاحشه خونه حجاب هم همه دخترها به عقد فواره مرکزی باغ در اومده بودن، اما بعد از یک سال بازی کردن در نقش همسران ماهوند فاحشه ها پیش مادام میرن و انقلاب میکنن و میگن که ما باید به عقد یک فردی مثل بعل در بیاییم و به عقد فواره در اومدن هم با بت پرستی تفاوت چندانی نداره. اولش مادام سعی میکنه دختران رو از خر شیطون پایین بیاره، اما بعدش میبینه که نمیتونه و میگه که خب بعل رو پیش من بیارین. و بعل رو که چشاش نزدیک بین بوده و پاهاش رو لخلخ روی زمین میکشیده و سنش بالا بوده پیش مادام میارن و وقتی که مادام داستان رو براش تعریف میکنه بعل تپش قلب میگیره و نقش زمین میشه و عایشه هم فریاد میزنه قبل از اینکه به عقدش در بیاییم بیوه شدیم هممون. اما بعدش وقتی که بعل بیدار میشه و به درخواست دختران حجاب پاسخ مثبت میده، مادام خودش یکی یکی همه دختران رو به عقد بعل در میاره و به این صورت بعل در اون کمینگاه فساد یا ضد مسجد به عقد زنان سوداگر سابق یا همون ماهوند مفتخر میشه. دخترها سعی میکنن به بعل بفهمونن که باید مثل شوهرها رفتار کنه و تمام وظایف شوهری رو براشون اجرا کنه مو به مو و با جزئیات. و بعد از یه مدتی هم جلسه میذارن و به بعل میگن که باید نامشو به نام پیامبر تغییر بده که بعل قبول نمیکنه و میگه که من اسم خودم رو بیشتر دوست دارم و اینجوری خط و مرز خودش رو با اونا تعیین میکنه، اما مجبورش میکنن که مثل اونا رفتار کنه، مثل شوهر رفتار کنه و منظورشون اینه که باهاشون امر و نهی کنه، دستور بده و باهاشون یه جورایی مثل سرور رفتار کنه و اینجوری معلوم میشه که دخترای حجاب و فاحشه های این پرده از امولترین و بیسوادترین زنان جاهلیه. این شغل فاحشگی که میتونست این دخترها رو به آدمای سرخورده و افسرده تبدیل کنه، به خاطر اینکه این دخترها از زندگی در جامعه بیرون دور بودن، اونا رو به خیال پردازی انداخته و تصویری که برای خودشون از زندگی و ازدواج ساخته بودن این بود که یار وفادار یک مرد قوی و خردمند باشه. چون این روسبی ها سالها خواسته های مردای دیگر رو اجرا کرده بودن، توی خیالاتشون ازدواج و زندگی
جامعه عمل پوشوندن به کهن‌ترین فانتزی‌های مردها بود. بازی کردن تو نقش زندگی پیامبر هم یه هیجان خاصی به این کار داده بود و بل هم از اینکه میدید چقدر سخت تلاش کنن تا اونو راضی کنن شگفت زده میشد. مثلا اونو سعی میکردن پاهاشو هر شب براش بشورن، موهاشو شونه کنن براش، موهاشو خوش کنن، بعد براش برقصن و اینجوری نمایش اون یا نقش اون ازدواجی رو که همیشه توی ذهنشون پرورنده بودن و در موردش خیال پردازی کرده بودن و داشتن بازی میکردن. بعد از مدتی بعل اعتماد به نفس پیدا میکنه و شروع میکنه به دستور دادن و امر و نهی کردن بین دخترها. اما یه بار حفصه بعل رو با مریم قبطی توی اتاقش پیدا میکنه و بعل هم هر چقدر التماس میکنه که به عایشه نگو، به عایشه نگو، ولی حفصه میره قضیه رو به عایشه لو میده و جنجال میشه و به خاطر همین هم بعل تا یه مدتی از دیدن مریم روسفید محروم میشه و خلاصه بعل با بازی کردن نقش ماهوند دوباره شروع میکنه به نوشتن شعر و اینا و گاهی وقتا کنار عایشه حس سنگینی میکنه، حس کندی میکنه و دراز میکشه و به حالت خلسه میره و خودشو ایستاده میبینه و شروع میکنه با خودش به حرف زدن و بعد بلند میشه و اون اشعار رو یادداشت میکنه. یه بارم وقتی که پیش ام سلمه خوابش میبره، وقتی که بیدار میشه به ام سلمه میگه چرا منو بیدار نکردی؟ بعد میگه که من تو رو بیدار نکردم چون که فکر کردم شاید اون آیات از یادت بره و بعل بهش میگه نه خیال راحت باشه، اون آیات فقط وقتی که پیش عایشم به ذهنم میاد. بعد از 2 سال یکی از مشتری ها هنگام خارج شدن از اتاق عایشه بعل رو میشناسه که اونجا وایستاده بود و نگهبانی میداد و بهش میگه آها پس تو اینجا پنهان شده بودی و بعد عایشه میترسه و میدوه میاد بیرون، میگه که یه موقع این برامون دردسر درست نکنه و بعل هم بهش میگه نه و بعل هم سلمان فارسی رو به اتاق خودش میبره و از اون قوطی‌های شرابی که با انگور خورد نشده درست شده بود بهش میده، چون توی کتاب قانون ماهوند این مدل از شراب ممنوع نبوده. سلمان هم پیک شراب میزنه و شروع میکنه به حرف زدن و میگه که بعد از اینکه از اعدام نجات پیدا کرده نامه‌نویس شده و گوشه بازار جاهلیه یک حجره کوچولو گرفته و شروع کرده خلاصه به نامه‌نویسی برای مردم و مردم هم بیشتر میان پیشش تا براشون دروغ بنویسه و اونم چون دروغ نوشتناش خوب بوده و نزدیک به واقعیت مینوشته دروغا رو معروف شده و نامه هاش حسابی گرفته و تونسته یه پولی به جیب بزنه تو این 2 سال و خرج سفرش به کشور خودش فراهم شده، اون کشور پیر و کهنسال، و میگه برای اینکه در روزهای آخر یه خوشی بگذرونه به حجاب اومده تا از آخرین دیدارش از جاهلیه یه لذتی ببره. وقتی که شیشه الکل تموم میشه سلمان شروع میکنه به گفتن از عامل بدبختیاش یعنی پیامبر و پیامش و شروع میکنه از شایعاتی که در مورد اختلافات محمد و عایشه هست صحبت میکنه. خب بالاخره دختر نمیتونست تحمل کنه که شوهرش بخواد با این همه زن جماع کنه و هر چقدر ماهوند از مناسبات سیاسی براش گفت فایده ای نداشت. آخر سرم خب معلومه دیگه، ماهوند به یکی از اون خلصهاش میره و بر میگرده و میگه که جبرئیل پیامی آورده که پیامبر با هر چقدر زنان که میخواهد میتواند جماع کند و خب عایشه بیچاره چجوری میتونست جلوی آیات خدا بیسته؟ و میدونی عایشه بهش چی گفته؟ بهش گفته که عجب خداییست، هر وقت احتیاج داری کارت رو راه میاندازد. و خب این جمله رو هیچ کسی نمیتونست به ماهوند بگه، هر کسی دیگه این جمله رو گفته بود اعدامش میکردن، اما چون عایشه عزیز کرده محمد بود میتونستی همچین حرفی رو بهش بزنه، حتی زنهای دیگه هم جرات نمیکنن یه همچین حرفی بزنن. بعل سکوت میکنه تا سلمان به حرفاش ادامه بده. جنبه های جنسی
دین تسلیم حسابی اون ایرانی رو عصبانی و ناراحت کرده بود و سلمان میگفت که سوا کردن زنان و مردان کار سالمی نیست، چیز خوبی ازش در نمیاد. اما بعل در کمال تعجب شروع میکنه به طرفداری از ماهوند، به این صورت که اگر یکی از خانواده ها دخترش رو به ماهوند پیشنهاد کند و پیامبر قبول نکند، میدونی چه دشمنی پیش میاد؟ علاوه بر این، ماهوند پیامبره و مرد ویژه‌ایه، باید برای اون استثناء قائل شد. در مورد حبس کردن زنان در خانه هم اگر یکی از این دخترها بیرون بره و اتفاقی براش بیفته، میدونی چه افتضاحی به بار میاد؟ اما سلمان به بعل میگه که تو حسابی دیوونه شدی یا، و بعدش براش یه داستان جنجالی دیگر رو تعریف میکنه. پیامبر و عایشه به یک دیار دور سفر کرده بودن که هنگام برگشت کاروانشون توی صحرا اتراق میکنه و هنگام صبح سپیده دم وقتی که میخوان برگردن، عایشه در لحظه آخر میره برای قضای حاجت، یعنی دستشویی، و وقتی برمیگرده میبینه کاروان نیست. اون حاملان کجابه هم موقع بلند کردن کجابه متوجه نبودن عایشه نشده بودن، چون عایشه دختر سبک بوده. و بعدش عایشه تنها توی صحرا میمونه و اگه جوونی به نام صفوان به اونجا نرسیده بود، معلوم نبود که چی میشه. صفوان با شتر عایشه رو به یثرب برمیگردونه و چون صفوان یک جوون زیباروی جوونی بوده به همسن عایشه، بعدش شایعه را میافته که این پسر و دختر تنهایی با هم توی صحرا چندین ساعت بودن و احتمالاً یه چیزی بین اونا گذشته. علاوه بر اون، ماهوند هم از عایشه خیلی سنش بالاتره و خب در آخر یه افتضاحی به پار میاد. حالا بگو ماهوند چی کار کرده؟ و سلمان هم میگه خب معلومه دیگه، طبق معمول ماهوند هم رفیق قدیمیش ملک مقرب رو میبینه و جبرئیل هم یه آیه‌ای بهش میده که عایشه رو تبرئه کنه. ولی این دفعه خانوم‌ها از اینکه آیات چطوری کارا رو رامیندازه شکایتی نکرد و روز بعد هم سلمان سوار شتر میشه و از بعل خداحافظی میکنه و به سمت شمال و ایران حرکت میکنه. ولی عایشه بهش میگه که یه موقع نره جایی یه چیزی بگه توی مستی آبروزی بشه، گندش بالا بیاد. و بعل بهش میگه از این بعد همه چیز تغییر خواهد کرد، چون که دیدار با سلمان روی بعل تأثیر دیگه‌ای گذاشته و بعل بعد از مدت‌ها در حجاب موندن از خواب غفلت بیدار شده. اما عایشه بهش میگه که نه، هیچ چیزی تغییر نمی‌کنه و قبول نمی‌کنه. و بعل بهش میگه که بله، از این بعد همه چیز تغییر خواهد کرد. یک مرد تا ابد نمیتواند پشت دامن زنها پنهان شود. ماهوند به جاهلیه بر میگرده و دستور میده همه فاحشه خونه ها رو تعطیل کنند. وقتی که خبر رو به مادام میدن، مادام به همه کارکنان حجاب دستور میده که مشتری ها رو از در عقبی مرخص کنن و پولی هم ازشون نگیرن. و این آخرین حرفیه که از مادام میشنون. و بعدش روسپی ها و دخترها میرن پیش اتاق مادام و بهش میگن که خب حالا ما چیکار کنیم، کارمون از این بعد چطوریه، چه بلایی بر سر ما میاد، چجوری پول درآوریم برای غذا خوردن. اما هیچ حرفی از مادام نمیشنون و بعد از یه مدتی بالاخره عایشه جرأت میکنه و پرده سیاه کنار میزنه و زنی که معلوم نبود 50 سالشه یا 125 سالشه و قدش هم 1 متر بیشتر نمیشد رو مرده روی صندلی پیدا میکنه. مثل یک عروسکی بین کوسنها افتاده بود و جام زهر هم توی دستش بود. وقتی خبر خودکشی مادام به عمر میرسه، عمر میگه حالا که ما نمیتونیم رئیسشون رو اعدام کنیم، تلافی رو روی کارمندانشون در میاریم و با سربازاشون شروع میکنن به زدن و بستن جنده ها. اما قبل از اینکه کوچکترین و آخرین عورت یا آلت شکافدار رو دهنش رو ببندن، عایشه فریاد میزنه تو رو به خدا شوهر جان، اگر مردی ما رو نجات بده. و عمر هم برمیگرده به
خواجه ها نگاه میکنه و میگه کدوم یکی از شماها شوهر ایناست؟ و بعل میگه که جدی نگیر حرف زنها رو، اونها با ما سر شوخی داشتن و ما رو شوهر خطاب میکردن. اما عمر میاد و آلت بعل رو میچسبه و فشار میده و میگه آها، به خاطر اینکه شما نمیتونستین شوهر باشین بعدم نیست. و بعد میگه که امروز ما دستور داریم فقط جنده ها رو دستگیر کنیم و دستوری برای دستگیری خواجه ها به ما نرسیده، پس زودی خودتون گم کنین که فردا ممکنه این شانس رو نیارین. و بعدم سربازها جنده ها رو با خودشون میبرن. اما وقتی که زن ها میرن، خواجه ها میشینن دور فواره عشق و یه دل سیر گریه میکنن. اما بعل خجالت میکشه و فقط به افق ظلم میزنه و هیچ گریه ای نمیکنه. روسپی ها بعد از دستگیری اسمشون رو به هیچ کسی و به نگهبانان زندان نمیگن و به خاطر همینم نگهبونا بهشون شماره میدن. مشتری های سابق هم از ترس جونشون که به خاطر شرکت در این بی‌حرمتی دستگیر نشن هیچ حرفی نمیزنن. اما اگر بعل شعراشو به دیوار زندان نصب نکرده بود، هیچ کس از اصل موضوع با خبر نمیشد. دو روز پس از شروع دستگیری ها، زندان شهر جاهلیه پر از روسپی و پاهنداز میشه. مشتری های سابق هم زیر دیوار زندان، زیر پنجره زندان میان و شروع میکنن به شعر خوندن برای عشقهای قدیمیشون. اما هیچ کنون از روسپی ها به اونا محل نمیده و به پنجره نمیاد. در این دو سالی که دین تسلیم مردا و زنا رو از هم جدا کرده بود، تعداد روسپی ها به دو سه برابر رسیده بوده و زندان های شهر پر از روسپی و جنده شده. مشتری های سابق هم به زیر پنجره زندان میان تا برای معشوقه خودشون شعر و غزل بخونن. اما هیچ کدوم از روسپی ها به اونا محل نمیدن، تا اینکه بعد از سه روز یه مرد غمزده با شلوار گشاد و عمامه بین اونها پیداش میشه و در ابتدا همه بهش میخندن، تا اینکه شروع میکنه به قصیده خوندن و همه ساکت میشن. اشعار عاشقانه و همراه دردش همه رو به سکوت وادار میکنه و روسپی ها رو به لبه پنجره زندان میکشونه و بعدش میره و شعرش رو به دیوار زندان شهر نصب میکنه. و بعد از اون هر روز این مرد عجیب پیداش میشه و در همون ساعت و همون زمان یه شعر خیلی زیبا میخونه و بعدش هم به دیوار زندان نصبش میکنه. و تا روز دوازدهم هیچ کسی نمیدونسته که اسامی همسران شاعر هم نام اسامی گروه دوازدهگانه دیگریه. اما روز دوازدهم شنونده ها تغییر حالت میدن و مردای خشمگین بعل رو در میان میگیرن و بعل هم عمامش رو بر میداره و میگه من بعل شاعر هستم و قضاوت هیچ کس رو به غیر از الهه های دوازدهگانه هم نمیپذیرم. و مامورها نگهبانان هم بعل رو دستگیر میکنن. خالد میخواست در جا بعل رو اعدام کنه، اما ماهند میگه نه، ابتدا باید روسپیا اعدام بشن و مجازات بشن. روسپیا به خاطر طلاق دادن سنگ و ازدواج با بعل اعدام میشن تا تقاص زندگی بی اخلاقیشون رو پاسخ بدن. و بعد بعل در مقابل ماهند میسته مثل اینکه آینه در برابر آینه است، تاریکی در مقابل روشنایی. خالد به بعل اجازه میده تا همه کارهایی که کرده رو توضیح بده. بعل هم شروع میکنه تمام جزئیات ازدواجش با روسپیا و بازی نقش ماهوند و زنان پیامبر رو همه رو با جزئیات توضیح میده و مردم هم شروع میکنن به قهقه زدن و خندیدن. و هر چقدر بعل میگه اینا واقعیه و همه اینا اتفاق افتاده، بازم مردم توجه نمیکنن و شروع میکنن به خندیدن. و ماهوند بهش میگه که تو در گذشته آیات ما رو به تمسخر گرفته بودی و حالا اومدی
منزل ما رو به ننگ بیالایی و در برانگیختن زشت‌ترین احساسات مردمم ناموفق نبودی و بعدش بعل به اعدام محکوم میشه و وقتی که بعل رو کشون کشون میبرن تا سرش از تنش جدا کنن سرش رو برمیگردونه و میگه نویسندگان و روسپیان این دو گروه را نمیتوانی ببخشی ماهوند و ماهوندم میگه نویسندگان و روسپیان فرقی بین آنها نمیبینم مرگ ماهوند یکی بود یکی نبود یه روز یه زنی بود که هیچ وقت تغییر قیافه و تغییر شکل نمیداد و همیشه جوان میموند هند بعد از این وقایع و شنیدن خبر نابودی مجسمه الات به برجی در یکی از معابر خودش پناه میبره و اونجا عزلت میشینه و 2 سال از اونجا بیرون نمیاد و هیچ بنی بشری اونو نمیبینه کتاب‌های عتیقه ای رو که هیچ کس قادر به خوندن خط اونا هم نبوده رو جلوی خودش میذاره و 2 سال شروع میکنه به خوندن کتاب‌های جادوگری و علوم خفیه و بعد از 2 سال به اتاق همسرش میره و زیباترین لباس‌ها و جواهراتش رو میپوشه و بعد به ابو سیمبل میگه که بیدار شو که روز جشنه ابو سیمبل بهش میگه چه خبر شده هند بهش میگه که درسته نمیتونم زمان رو به عقب برگردونم اما انتقام شیرینه ساعتی بعد در شهر جاهلیه خبر بیماری مرگبار پیامبر میپیچه و هند خدمتکارانش رو به اقصی نقاط شهر میفرسته تا افرادی رو برای ضیافت دعوت کنه اما هیچ کس در ضیافتش شرکت نمیکنه و حتی شیخ ابو سیمبل هم این ضیافت رو سخیف میدونه و میگه که در ابتدا جگر عموش رو خوردی و حالا هم میخوای دل رودش از شکمش بیرون بریزی و هند تنهایی در نور چراغ‌ها و شمع‌ها میشینه و یه غذای مختصری از کوسکوس میخوره که غذای معروف عربی است و برای خودش قهقهه میزنه و شادی میکنه ماهوند چنان سرش تیر میکشید که انگار اجنه به شقیقش میکوبن و جبرئیل خواب مرگ ماهوند رو میبینه ماهوند به بیهوشی میره و بعد از اینکه برمیگرده به عایشه میگه که به من حق انتخاب داده شده است و من انتخاب خود را کردم و اکنون به دیار خداوند خواهم رفت و عایشه که میفهمه در مورد مرگش داره صحبت میکنه شروع میکنه به گریه کردن اما بعدش ماهوند سرشو برمیگردونه و به طرف دیگه اتاق نگاه میکنه و عایشه هم سرشو برمیگردونه و میبینه اونجا چیزی جز یک چراغ نیست اما ماهوند میگه که تو کی هستی؟ آیا تو اسرائیلی؟ و عایشه صدای ترسناک و شیرین زنی رو میشنوه که میگه نه ای پیامبر الله اسرائیل نیستم و پیامبر بهش میگه که آیا تو مرا به این بیماری افکنده ای؟ و بعد عایشه دوباره صدای همون زن رو میشنوه که میگه این انتقام من است و من اکنون راضی هستم و بعد زن از اتاق میره و چراغ خاموش میشه و بعد دوباره چراغ با نورهای خوشرنگتری روشن میشه و پیامبر زمزمه میکنه اما باز هم از هدیت متشکرم ای الله بعد از این عایشه به اتاق دیگه میره و با همسران دیگه پیامبر شروع میکنن به گریه کردن و زاری کردن اما بعدش عایشه میگه که بگذار آنها که ماهوند را میپرستند عزاداری کنند چون که ماهوند به دیار خداوند رفته و زنده است و آنان که خدا را میپرستند شادی خواهند کرد منبع داستان آیات شیطانی چیست؟ آیا سلمان رشدی داستان آیات شیطانی رو از روی تخیل ساخته یا اینکه از روی واقعیت؟ من منبع روایت آیات شیطانی رو از کتاب ابن سعد در این ویدیو بررسی کردم